افغانستان بندار نه نجیب سره زموږ د خبرونه تاسو داریان تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري او خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. نن بیا په خبرونه کې ولدې شنبې ورځ ده، یو داسې میرمن زما میلمنه ده، ما د هغې بایوګرافي کتل او موږ هغې باندې کار کوو. نو موږ چې همیشه وطن ته یا خلکو ته د خدمت خبره کوو نو زیاتره خلک سیاست خواته چې دي اغزي یا وایي چې موږ پارلیمنت ته باید لاړ شو یا داسې، ځکه چې د اوس انتخابات ورځې وي نو همیشه چې موږ پروګرامونه کتل د کرنټ افیرز نو هغې کې به خلکو دا خبره کوله چې بایي زه پارلیمنټ ته یا زه مثلا د یو زی رئیس شمه یا د هغه ته راشم، اقتدار ته راشم په دې خاطر چې زه وطن ته خدمت وکړم. خو دا میرمن د کلونو نه افغانستان د افغانستان بچو ته خدمت کوي او که زه دا وایم چې زموږ په خلکو کې باید دې ته موږ قهرمانه وایو، باید د دې نه موږ زده کړه وکړو، د هغې د ژوند نه باید زده کړه وکړو. نو زموږ د بنډار دا خپرونه یوازې دا نه ده چې دې کې موږ تفریحي په دې کې موږ نور خلک راولو، دې کې زه غواړم چې هغه افغانان راشي چې دنیا ته نړۍ ته وروښي چې افغانان نه یوازې جنګ او شر او نفرت دا خوښوي. په افغانانو کې داسې میرمنې هم شته، داسې افغانان هم شته چې هغه د هیچ چا نه کومک یا د هیچ چا نه څه نه غواړي، هغه په خپله د خپلې مینې نه د دې خاورې سره د مینې دې خاورې د بچو سره د مینې په خاطر باندې هغه دې وطن او دې خاورې ته کار کوي. څه کار کوي هغه به زه تاسو وروسته وایم، خو غواړم چې لاړ شم دغه اشپزخانې ته او یلدا جان هلته زما منتظره ده او ګورو چې یلدا جان نن موږ ته چه پخی. نو زو د یلدا جان خوا ته. یلدا جان خوش آمدید. وعلیکم، خوش باشی نجیبه جان، خوب هستی؟ تشکر. امروز یک نوع سوپ است، سوپ ترکاری است، به خاطر که هوا رو به سرد شدن است. یک سوپ ترکاری داریم، برگر است، ساسج برگر است، دیگه مسالجاتش است، سس ماینوس است، خیال شور است، سمارق و جواری به خاطر سوپ است، سوپ ترکاری است. زردک است، مرچ دلمه است، کرم است. سوپ هم جور میکنی؟ بله، سوپ هم جور میکنی. برگرم جور میکنی؟ برگرم جور میکنم، بله. خب پیسیش کی داده؟ ما یک قبجک داریم؟ دیگه سعی کنیم که چقدر شده. خب؟ نخواد قضیت شده باش. نه، زایده این روزا زیاد مصرف شروع کرده. خب باز میبینیم رده چی دا او گورو چی دا طول لاسوب چی دن دوم رخونده و جوری و دا برگر جوری دا دید چومره مصرف راخده. ترکاری سوپ لازم مواد: جوار یو قطعی 500 افغانی، مرخیری یو قطعی 500 افغانی، گازری یو بدنه 15 افغانی، گشنیز یو دسته 10 افغانی، کرم یو دنه 10 افغانی، کانفلاور یو قطعی 500 افغانی، دبرگر دوری 10 افغانی، ساسج دی ضرورت وار 30 افغانی، زیتون او ترو بادرنگ دی ضرورت وار 10 افغانی، کاهو یو دانه 10 افغانی، بادرنگ یو دانه 15 افغانی، رومی بانجان یو دانه 15 افغانی، سپین مایونیز ضرورت وار، مرچ مساله چینایی مالګه دی ضرورت وار. ها نو تقریبا د 300 په خوښه کې دا برگر جوړیږي سنډویچ. ما ته ویلا سنډویچ نه برگر دی او ترکاری سوپ جوړوي تاسو. بله بله، سوپ ترکاری سکت یک برگر. با بازم اینمی کفایت میکنه با؟ پنج نفر دیگه او تعداد به فامیل باز کم اکی زیادتر یا نمیتونن گایی مواد که به حساب ما گرفتیم اینا اونجا خونشته کردیم نی کل از این ما استفاده نمی کنم بخاطر که اینجا روند برنامه ما یعنی همون چیزی که ضرورت میشه یعنی میتونن به هفت نفرم اینمی چیزار استفاده کنم. بس ما اونجا یک قطی جواری نشته کردیم، اونجا یک قطی جواری که ما از یک قطی جواری شاید یک مقدارش گرفته باشم، اون یک قطی جواری شاید ده نفرم برش سوپ شو که یک دانه زردک بردن، یک دانه مرچ دلمه بردن، کرم هم یک قطی جواری. اینه می سوپ اگر امروز برش بگوین که باید چی رقم جور کنه، اول چی پرتا چی؟ اول همی زردک توتا میکنیم، جوش میتیم که خود کم نرم کنه. زردک خود نرم کرد، جواری رو مندازیم، سمارق رو مندازیم، بعد از او کرم مندازیم، مرچ دلمه رو مندازیم، باز یک کلش یک جوش میتیم، باز که نرم شد خوب برابر کانفلاور داریم اینجا. کانفلاور به خاطر تیرگیش است، به خاطر غلیظی سوپ است. باز از کانفلاور مندازیم، نمک چینایی. یگان وقت اینمی سوپ زیاد چی میگه او را؟ تیره میشه؟ آه، یس.
کانفلاورش زیاد مونده زو به دلخواه خود کسی که به حساب تیره تر خوش داره کانفلاور زیاد برده کسی که صافتر خوش داره کانفلاورش کم استفاده کنه بزنبوز که تیره نمیشه سیست شما گفتین که پایتان خلاص شده آلی در فیسبوک زمانگا چی در فیسبوک کم پانه ده در بندر پاغیزی که مونگ تا عابد نجمی لیکلی زیباس همیش کامیاب سر بلند باشی و یک سلام خاص برای اشپزتان یلدا جان تشکر سلامت باشین زنده باشین مام سلام های گرم خدا از طریق برنامه به شما تقدیم میکنم یک شش خانجی افیدی دیگه چیز یاد نداره هر جای نوشته میکنه I love you سپینی نجیبی ما خو سپینه نیستیم خو تانیا میکاپ میکنه دو ساعت با سپین میشه بگم یلدا جان خودش مقبول است باز هم تشکر نو تاسو هم کولی شئ چې مونږ ته د فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ د بندر هغلی ته مونږ ته کمنټ پرېږدئ سلام با شما ما مروه هستم از کابل آیا در افغانستان زمینه ساختن تیم ملی کرکت برای دخترا است لطفا جواب بدین. خب مروه جان تو هست که من خود کرکت نیستم البته به زودی از کرکت یک مهمان بسیار خاص ما میایه اگر به یادم بود یلدا جان اگر من یادم نبود باز یادم که مروه جان پرسان که به دخترها زمینه مساعد است یا نیست که اونا در ملی بازم مروه جان بسیار تشکر که ایمیل روان کردی خب کرین شما حرکت کنین که ما به طرف میرم باز نگوین خب سلامونه و نیکیری نجیبه جان تا اوستا همکاران تا موش باید در یو چاپ شخصی حریم یا هم شخصیت پر شخصیت بد و نوایو بدبختانه چیز مونگ پر طولنه که داس خلق شتا چی در یو چاپ باره که به ایت معلومات ور سرنوی خواهی با چی دا بد انسان دی خو آقا با خی انسان وی خو مشکل باید داوی چی دا سوک چی بد وایی دا حقه نبای اقتصاد واضح لج خوی د اقتصاد واضح بخی و دا خو محمد هارون ناصری یما خواه محمد هارون دا خو زمانگا مشکل لکم ورز چی منگا بل پسی بد ویل پری خودا کنه نو مغا ورز بایی چی منگا جون با هم خشی اوی چی سه کری آغا بری بی که خو کار کهو نو جون با مخی پا جون که با همیشه خوشحال و سیگو او کنه اینو دقا با موالی واخلی یو دما او بیا بیتر اصانی کیو